جماعت اسلام شهر و پردیس در خدمتشون باشی برای ارائه نطق اضطراری به مدت 5 دقیقه. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شریف ایران، امام خمینی 40 سال پیش در بهشت زهرا فرمودند به چه حقی ملت 50 سال پیش سرنوشت ملت بعد را معین می کند. سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. در 100 سال پیش از این، 150 سال پیش از این ملتی بوده، یک سرنوشت و اختیار داشته، اما اختیار ما را نداشته است. هموطنان عزیزم، اعتراض های سال های 78 و 88 و همچنین دیماه 96 و آبان 98 اعتراض هایی بوده که همواره مطالباتی در آن وجود داشته است. اما امروز معترضین اغلب جوانانی هستند که به دنبال اشتغال و یک زندگی مطلوب انسانی و اجتماعی اند. یکی از جامعه شناسان در این باره میگویند ضرورت امروز کشور این امر را بر ما قطعی کرده است که از نو بپرسیم جامعه‌ای که در فاصله 70 سال 2 انقلاب بزرگ را تجربه کرده است و در هر یک یا 2 دهه یک جنبش سیاسی و اجتماعی را چرا آرام نمی‌گیرد و به بلوغ نمی‌رسد؟ چه چیز در لایه‌های پنهان این جامعه و در سیاست و زمانه است که عموم مردم را مضطرب و نابردبار و ناآرام کرده است؟ آیا انسان‌هایی که این جامعه را برساختند دچار شوریدگی و خشم مداوم هستند یا وجود یک معلولیت پنهان در هویت و ذات؟ مشکل در این است که ما گفته ایم ما این سبک زندگی را انتخاب کرده ایم. آیا به راستی جوانان ما این سبک زندگی را انتخاب کردند؟ متاسفانه به جز اقلیتی برخوردار از تبعیض و امتیاز بقیه مردم را رها کرده ایم، به گونه ای که امسال گفته شد بیش از نیمی از پذیرفته شدگان سهمیه پزشکی کسانی بودند که دچار سهمیه بودند، یک طبقه نو ساخته و بد ساخته و دارای امتیازات گوناگون و بقیه مردم رها شده. به همین دلایل متاسفانه جمهوریت نظام به سمت تمرکز گرایی پیش رفته است. استبداد سرکش تام و تمام در هر یک از بخش ها، قدرت نمایی نهادهای موازی در همه احوالات اداره کشور، از مجمع تشخیص گرفته تا شورای نگهبان، از شورای امنیت ملی گرفته تا شورای فضای مجازی و شورای انقلاب فرهنگی و اخیراً سگانه سران بابا، به راستی جایگاه نهاد ملت کجاست؟ و اما در ساختارها، دوگانه ارگانها و حتی چندگانه که همه حکم می‌رانند، چند دولت، چند اطلاعات، چند نهاد موازی و نهایتاً حاکمیتی دوگانه که از مسئولیت پذیری فرار می کند و با بازی کی بود کی بود من نبودم مملکت را اداره می کند. اکنون گسست اجتماعی، بی‌اعتمادی اجتماعی، نبود سرمایه اجتماعی، شکاف طبقاتی، شکاف جنسیتی، معلول‌های حکمرانی غیر مطلوب کشور هستند. متاسفانه تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور نمی دانند در بستر اجتماعی چه می گذرد و تحولات چند دهه گذشته چه بوده است. قطعا اگر در بین مردم بودند فقر و نداری و ناله های مردم را حس می کردند و سیاست های کلان را این گونه اعمال نمی کردند. آنچه اطرافیان ما به ما می گویند همیشه حقیقت محض نیست. ما پاسخگوی مادران داغدار و پدران رنج کشیده که شرمسار فرزندانشان هستند باید باشیم. اگر خداوند و ملت اقتداری به ما داده است، این اقتدار نباید در جهت اعمال سلیقه خودمان پیش رفت. موعد اذان ظهر تا دیر نشده به افق تهران است. رادیو فرهنگ. امام خمینی در همان سخنرانی بهشت زهرا
پیشم میافتد که نمیتوانم تا بیاورم. چگونه پس من وکیل مردم کشته شدن جوانان میهنم، هرچند ممکن است در بین آنها افرادی نفوذ کرده باشند را برتابم، و چگونه دوباره مسئولیت وکالت مردم را بر عهده بگیرم؟ خیلی ممنون، متشکرم. بگذارید باور کنیم به پایان فصل سرد و نه به آغاز آن. خیلی ممنون، متشکرم.